سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. من امروز مجدداً با یه آموزش غذا مهمون خونه شما شدم. من امروز تصمیم دارم سوپ خامه و کلم بروکلی و پنیر رو آموزش بدم به شما دوستان که گزینه خوبیه برای فصل سرما و زمانی که هوا سرده. و گذشته از اون، این سوپ چون تمام مواد اولیه‌اش از سبزیجاته میتونه گزینه خوبی برای گیاهخواران عزیزمون باشه. پس بریم بعد از معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. مواد اولیه برای این سوپ، من 3 لیوان کلم بروکلی به این حالت، کلم بروکلی که قبلا شستم، توجه کنید کلم ها رو و کلا کاهو و سبزیجات سیفیجات رو تو شستنش دقت کنید. سعی کنید 2-3 سری بشورید و من معمولا سبزیجات و سیفیجاتمو با سرکه ضد عفونی میکنم. پس 3 لیوان کلم بروکلی، 1 لیوان ذرتی که من این ذرت رو آب پس کردم و ریختم داخل آبکش و آب اضافه اون خارج شده، 1 عدد پیاز متوسط که من به حالت نگینی خرد کردم، 2 عدد 2 حبه سیر، چون من سیرام ریز بود 2 حبه، اگه درشت بود شما یه حبه، که اگه توجه کنی سیرارم به این شکل خرد کردم نگینی، و 2 عدد هویج متوسط که من هویجارم به این شکل خرد کردم. عزیزان، من اینا رو زود تخرد کردم، هم تو زمان به اصطلاح زمانی اون صرفه جویی بشه، همون که وقت شما دوستان نگیرم. اگه توجه کنی هویجا رو به این شکل نگینی خرد کنیم. این سوپ فوق العاده سوپ لذیذیه، فوق العاده سوپ مقویه، چون اگه توجه کنی سبزیجاتی که توش داره همه سبزیجاتی که مفیدن. خب پس توجه کنید به این شکل هویجارم حالت نگینی خورد میکنه. پس شد اینجا پیاز، سیر و هویج. خب پنیر پیتزا داریم که حدود 3 قاشق سرسرخ پنیر پیتزا یا 2 قاشق سرپر، آرد سفید 1 قاشق، خامه 4 قاشق سرسرخ، 1 لیوان شیر، کره به میزان لازم، نمک، فلفل و آب لیمو، اونم به میزان لازم. آب لیمو رو بعد از اینکه می‌خواستیم سوپ آمدش رو سرو کنیم میتونیم اون زمان برای سروش استفاده کنیم. خب بریم کارمون رو شروع کنیم. ابتدا چیکار می‌کنیم؟ این پیازا رو با کمی کره من تفت می‌دم. من یه مقدار کره در این حد، چون این سوپمون پنیر پیتزا داره و خامه داره، برای اینکه زیاد چرب نشه یه مقدار کم من کره میریزم. حالا اولین مرحله پیازا رو میریزم، یه تفت کوچیک میدم در حدی که فقط یه تفت بخوره کمی تغییر رنگ بده. خب پیازا رو داخل قابلمه مورد نظرمون میریزم، پیازایی که کاملا توجه کنید حالت نگینی خورد شده بهش. فقط بعدش که پیازا رو ریختیم حواستون باشه و به هم بزنین تا پیازا به اون مرحله که میخواییم برسه. من معمولا پیاز میزنم، کمی نمک، همیشه ابتدا سعی کنی نمک رو کم بریزیم و کمی فلفل، فلفل مجدد انتقام برای که عطر خوبه. پیازا رو کمی تفت میدم با کره، بعد از که تغییر رنگ داد سیرارم اضافه میکنم. اصلا نیازی نیست سرخ بشه، فقط در حدی که تغییر رنگ بده. خب در این حد کافیه. حالا سیرارم 2 حبه سیر بود، چون من سیرا ریز بود 2 حبه سیرم اضافه میکنم. به هیچ وجه این 2 حبه سیر تو طعم و مزه غذامون تاثیر آنچنان نداره که بخواد نگران باشین که دهنتون بو بگیره، برای اینکه اینقدر سبزیجات داره که کاملا توی سیر توی اونو گم میشه. خب من یه حبه کوچیکم سیر پیاز رو میدم. حالا بعد از این هویج، با عدد هویج که حالت نگینه خورد کردم، به
رنگی میدم، فقط در حدی که تغییر رنگ بدم. یکی که خلیجمون درش میده خواهدم کنار. و بعد از خدی کلمه بروکلی رو اضافه میکنم و کلمه بروکلی که ببینید حالت من ریز خود کردم، درش نباشه، هم تو زمان پختمون یعنی زمان که میخواد آماده بشه هر چقدر ریز تر باشه زودتر میپزه، هر چقدر درش تر باشه دیرتر میپزه، همه که تو سوپمون ظاهر قشنگ داره هر چقدر ریز تر باشه. خب حالا بروکلی هم کاملا با پیاز و سیر و حبیبم یه تفت میدن، بعد حدود یک لیوان و نیم آب میریزم، اجازه میدم یک لیوان تا دو لیوان، یک لیوان معقل میریزم، اگه نیاز بود مدن نصف لیوان دیگر میریزم، بعد اجازه میدیم که کاملا این سبزیجات بپزه. حالا بعد از که آب ریختم در قابلمه را می‌بندم، ابتدا حرارت بالا، وقتی که گوشید حرارت رو کم می‌کنم و با حرارت کم می‌ذارم کاملا این کلم و هویجه بپزه. فکر می‌کنم نیم ساعت زمان ببره، خب کلا که کلم بروکلی زود آماده میشه، هویجه برای این که بخواد کاملا بپزه 20 الی نیم ساعت تایم بدیم کافیه. پس دو لیوان آب می‌ریزم در قابلمه را می‌بندم. خب بریم ببینیم سبزیجاتم در چه حالیه. اگه توجه کنی سبزیجات کاملا پخته، من خاموش کردم زیر حرارت رو. حالا یک سوم از سبزیجات رو من برمیدارم، یک کوچولو دیگه همه قد کافیه، بقیهش رو میکس میکنم. دوستان این سوپی که من دارم آموزش میدم برای 4 نفر کفایت میکنه. خب حالا این مابقی رو همین داخل قابلمه من میکس میکنم کاملا یه دست بشه. فقط یک کوچولو نشون بدم. حتما باید این سوپمون کاملا یه دست بشه. حالا بعد از این میکس شد موادو مرحله اضافه میکنم. کاملا این سوپو من میکس کردم، یه دست شده. سبزیجاتی که داشتیم اضافه میکنم. خب به هم میزنم. ذرت که آب پس شده، ذرت هم اضافه میکنم. یک لیوان شیر داشتیم، یک لیوان شیرم اضافه میکنم. زیر حرارت هم روشن میکنم. خب اینم از یک لیوان شیرمون. خامه داشتیم، خامه رو هم اضافه میکنم و به هم میزنم تا کاملا اینا یه دست بشه. خب حالا نمک و فلفل هم اضافه میکنم. فلفل ببینید آرد داشتیم، شما میتونی هم این آردو با آب هم میتونی با شیر مخلوط کنیم و یه دست بشه. ببینید مستقیم توی غذات رو نریزیم، چون اگر مستقیم بریزیم گله گله میشه. من این آرد و شیر رو با هم دیگه باز میکنم، اینجا بیارم بالا که کاملا ببینید به این شکل. گفتم هم میتونی با آب هم میتونی با شیر. من با شیر کاملا باز میکنم و آرد داخل سوپ میریزم، بعد به هم میزنم تا این سوپمون کمی غلیظ بشه. تقریبا بیشتر مراحل پخت سوپو انجام دادم. خب اینم از آرد، حالا به هم میزنیم تا سوپمون غلیظ بشه. بسیار بوی خوبی از سوپ ما توی فضا پیچیده. کلم بروکلی عطر بوی خوبی داره. حالا
من به هم میزنم تا کاملا این سوپمون تمام موادی که توشه به خورد هم بره و کمی هم غلیظ بشه. ببینید اون مقدار سبزیتی که برداشتیم با اون ذرتی که ریختم خیلی شکل شمایل قشنگی به اون سوپ ده، کاملا رقیق و شل و آبک نیست. تو خیلی هستن که سوپ با موشت کاملا میکس شده دوست ندارن، پس کسایی که سوپ میکس شدن دوست ندارن میتونن این نوع سوپ هم درست کنن و امتحان کنن. خب بعد از اینکه سوپمون غلیظ شد در آخرین مرحله میام پنیرم اضافه میکنم، پس اجازه میدن فکر میکنم 10 دقیقه کافیه تا این سوپمون کمی غلیظ بشه. خب سوپمون کمی که جوشید و کمی هم غلیظ شد، حالا من پنیر پیتزا رو میریزم. بعد از اینکه پنیر پیتزا رو ریختم 1-2 قلوب بزنه کافیه، فقط در حدی که پنیرا داخل سوپ وابه. ببینید از زمانی که من شروع کردم به آماده کردن این سوپ تا این سوپ آماده شه 1 ساعت تایم بود، یعنی شما در یک زمان فرصت 1 ساعته میتونی یه سوپ خوشمزه و مقوی درست کنی و میل کنی. حالا پنیر رو که من اضافه میکنم کمی به هم میزنم، 1-2 جوش که بزنه آماده است. به طور کل این سوپمون چون میکس شده سوپ غلیظی نمیتونه باشه، سوپ رقیق و خوشمزه‌ایه. خب در این حد کافیه، سوپ ما آماده است. خب دوستان سوپ امروز ما آماده است. من سوپ رو کشیدم و آماده برای میل کردنه. گفتم به شما دوستان این سوپ رو میتونید برای کنارش با آب لیمو سرو کنید. آموزش امروز غذای ما تموم شد. امیدوارم این سوپ خوشمزه رو طبق آموزش من درست کنید و کنار اعضای خانوادتون میل کنید و لذتش رو ببرید. لطف کنید کانال آموزش امکتی هم به دوستانتون معرفی کنید. تا یه برنامه بعد، خدا نگهدار.